الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. عزیزانی که پاتری بزون هستن، زمانی بحث رو میبینن که ماه شعبان سال 92 اوائل شعبان تولد امام حسین علیه السلام رو داریم که روز پاسداره، تولد ابوالفضل رو داریم علیه السلام که برادر وفادار نسبت به نظام حسینی است، و تولد امام زین العابدین و بعدم تولد امام زمان علیه السلام. این اعیاد شعبانیه رو به همه تبریک میگم، به خصوص روز پاسدار که روز بعدش روز جانباز تبریک میگم. در خدمت عزیزانی هستیم که پاسدارانی که در جزیره ابو موسی هستند. از همه شما تشکر میکنم و از مسئولین و مدیرانی که به هر حال این جلسات را تشکیل دادید به خصوص تشکر میکنم. این از یک سو که من میخوام روز پاسدار صحبت کنم، ولی چون بحث را زمان میبینه که در آستانه انتخابات هست، راجع به انتخابات هم میخوام صحبت کنم. منم یک انسان سیاسی نیستم با نگاه سیاسی، به عنوان معلم قرآن بدون حب و بغض انشالله مطالبی رو عرض کنم. اصل انتخابات از ما در همه شو در همیشه باید از خدا بخوام در انتخاب درست انتخاب کنیم. منتها توجه نداریم که هر روی از خدا میخوایم. همه مسلمان ها واجب است در نماز بگن اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا در انتخابم راه مستقیم انتخاب کنم، چرج نرم. جالب اینه که همه دعاها مستحبه، یک دعای واجب داریم، خیلی مهمه. همه دعاها مستحبه، یک دعای واجب داریم، اهدنا الصراط المستقیم. و اینم دنی که با ایشون ازدواج بکنم یا نه، اهدنا الصراط المستقیم. این شغل یا اون شغل، اهدنا الصراط المستقیم. این کلمه رو بگم یا نگم، اهدنا الصراط المستقیم. ببخشم یا نبخشم، برخورد کنم، موضع گیریم چجور باشه، چجوری تبلیغات کنم. یعنی هر لحظه همه ما ماجرای کربلا، حالا روز پاسداره از کربلا بگم، امام حسین ماجرای کربلا این بود که 72 نفر و جمعی راه مستقیم انتخاب کردن، باقی ها رفتن راه یزید انتخاب کردن. سی هزار نفر یزیدی، 72 نفر حسینی. که همیشه ما باید از خدا بخوام، خدایا یه دعا میکنم، همه آمین بگید، خدای به آبروی امام حسین و اصحابش همه ما را همیشه در هر کار، در هر فکر، در هر در همیشه همه ما رو در همه کار به راه مستقیم هدایت بفرما. با دعا کنیم، چون عقل ما کوتاست. بارها گفتم دلیلی که عقل ما کوتاست اینه که پشیمون میشیم. اگر انسان عقلش کامل بود هیچ وقت پشیمون نمیشد. پشیمانی دلیل بر کوتاهی عقل ما. باید از خدا بخوام. و اما شرکت در انتخابات، یکی که از برکات جمهوری اسلامی شرکت مردم در اداره کشوره. پدران ما آمدن زندگی کردن مردن، یه نفر به اینا نگفت کی رئیس باشه، ولی ما هر سالی به طور میانگین یه بار از من پرسن شورای شهر کی باشه، رئیس جمهور کی باشه، رئیس مجلس کی باشه، خبرگان کی باشه. یعنی تقریبا هر سال یه انتخاب، 30 چند سال از انتخاب گذشته 30 چند تا انتخابات داشتیم، 30 چند سال از انقلاب گذشته. این نعمته، از برکات جمهوری اسلامی شرکت دادن مردم در اداره کشور. حالا اگر بی‌اعتنایی بودیم، بی‌اعتنایی به انتخابات کفران نعمته. ممکنه بگی آقای قرائتی ما چه بار اومدیم پاس صندوقا وضعمون خوب نشد، نه تخم مرغ ارزش شد، نه شکر ارزش شد، نه ماشین ارزش شد، نه سکه ارزش شد، نه خونه ارزش شد، هر کاری هم کردن نشد. حالا اونجایی که نشد پس ما دیگه نیستیم. این جوابشو قبلا دادم
در یه دقیقه تکرار کنم. پس موضوع بحث، بسم الله الرحمن الرحیم، انتخابات. چرا؟ برای که شب جمعه گوش میدن که فرداش میخوان برن با صندوق. یک، شرکت در انتخابات از برکات جمهوری اسلامی. دو، بی اعتنائی در انتخابات کفران نعمت است. خب، اما گله هایی که داریم، چرا او انتخابات اونطور که ما میخواستیم نشد؟ بحث ما اینه، توجیه ما نمی کنیم. توجیه حماقته. معذرت میخوام از آقایونی که تکرار اینو میشنون، چون اینا دیگه هم گفتم، ولی اجازه بده تکرار کنم. توجیه حماقت است. یعنی ما نمیخوایم توجیه کنیم که همه اینا که انتخاب شدن آدم خوب بودن و آدم ها خوب هم، همه تصمیمشون خوب باشه، ممکن انتخابی بد بوده یا کار فلان مسئول بد بوده. ما توجیه نمیکنیم. خیلی آدم با دادم احمقی باشه که بگه مملکت ما بیعیبه، توجیه حماقت. اما بگیم حالی که عیب داره پس ما دیگه نیستیم، تضعیف کنیم، تضعیف جنایت است. تضعیف جنایت است. بگیم حالی که خراب شد پس ما دیگه نماز جمعه نمیریم، ما دیگه پسندور نمیریم. تضعیف کنیم. میدونید چند صد هزار جوان شهید شده، جانباز شده، اسیر شده، نمیشه رفت کنار. یه وقت یه گروهی کودتاچی اومدن نظام درست کردن، میگیم آقا گروه پدرشون ما نیستیم. اما به کی میگیم گروه پدرشون؟ بچه ها خودمون بودن. تو هر شهر و روستایی کوچه و برزن بهدن جوانا رفتن شهید شدن. حالا بهم تضعیف کنیم، جنایت به خون شهدا است. تکمیل رسالت، تکمیل رسالت، رسالت ما اینه که تکمیل کنیم. یعنی اگر یه بار یه کسی به اسم دین آمد، بعد دیدیم او طور که میگفت نیست، خیلی خوب، این سفر دیگه حواستمون رو جمع کنیم، گول شعارهاشو بگیر نخوریم، تکمیل کنیم. یعنی از تلخی های گذشته استفاده کنیم، این دفعه تکمیل کنیم. چی گفتم؟ میخوام اینا رو حفظ کنید. توجیه احمقیست، تضعیف جنایت به خون شهداست، تکمیل رسالت ما اینه، مسئولیت ما اینه که تکمیل کنیم. مواظب باشیم یه قدم بریم جلوتر. این هم یه مسئله. مسئله سوم، بهترین نمود عدالت در کشور ما انتخاباته. چون امام خمینی یه رأی داره، یه آدم عادی هم یه رأی داره. های عدالت دی بهتر، هر کسی یه رأی داره، بالاترین شخصیت و ضعیفترین شخصیت هر دو یه رأی دارن. این قله عدالت اینهاست. انتخابات قله عدالت. اینم یه نکته. پس اینا رو بنویسم. چون یه وقت مینی آدم مرگ بره همه هستی که با دیگه ما نیستیم. این کلمات باشه. انتخابات قله، شما بگید، عدالت است که همه یه رأی دارن. چهارم، عرض کنم که صندوق ها امانت است. تمام اینا که دستن در کار صندوق هستن، از وزارت کشور، نیرو انتظامی، شورای محلی، نمیدونم شورای نگهبان، تمام این بدون صندوق امانته. و خیانت به امانت خیلی مهمه. قرآن یه علامت مؤمنه که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن باید امانتا رو مراعات کنه. خب اینو میگه. مسئله دیگه، انتخابات عرضه آزمایش نامزدهاست. چون قرآن یه آیه داریم، انتخابات عرضه آزمایشه نامزدهاست. این از کجای در میاد؟ از این آیه در میاد. قرآن میگه که فتن نابعضهم به بعض،
یعنی مردم را با همدیگه امتحان میکنیم، با اون میدیم با اون نمیدیم، او رأی میاره او رأی نمیاره، ببینیم چه جوری برخورد میکنه، ببینیم چه جوری برخورد میکنه. اگر رأی آورد مغرور میشه، اگر رأی نیاورد دریبری میگه، فرار میکنه از کشور میره. خود امتحانا انتخابات، قرآن میگه خدا از ما یه چیز میخواد، میشه به این قرآن عمل کنیم. نامزدها که معلومه با تلویزیون باشن، به گوششو برسونید. ستاد انتخاباتش با تلویزیون شاید باشن. قرآن میگه یه جوری باشید که دادند الحمدلله رب العالمین، اگر رأی ندادن الله اکبر، اگر رأی به من دادن مردم بصیرت دارن فرهیخته هستن، اگر رأی ندادن این توده ناآگاه، این نامردیه که اگر به من رأی دادن نخبه هستن، اگر به من رأی ندادن ناآگاهن. بازی کردنه. یکی میگم شدو اول انقلاب یکی از این منافقین خودش کاندیدا کرده بود، حالا یا منافق یا نیمه نا منافق، با منافقین تاب میخورد، برای که رأی جمع کنم گفت این ملت قهرمان، رأی‌ها شما رو نه رأی نیورد، گفت این توده ناآگاه. یعنی ساعت 10 صبح که هنوز وضعش روشن نشده بود مردم قهرمان بودن، ملت قهرمان، بعد از اون که رأی نیورد شدن توده ناآگاه. این بازی الان هم فرار کرده. تلک الایام نداولها بین الناس، یا آیه قرآنه، قرآن یه آیه داره خیلی، خدا رحمت کنه دوستی داشتیم شیراز یه مثال قشنگی زد. قرآن میگه یه جوری کن که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آیه قرآن این که خوندم، یعنی اگر دادن مغرور نشید، گرفتن مایوس نشید. بعد این مثال دوست ما شیرازی ای تو میگفت، میگه کارمند بانک یه رو این قسمت بانک با میسته پول میده، مسئول پرداخت میشه، یه روز دیگه رئیس بانک شما اون قسمت وایسا مسئول دریافت میشه. یعنی روزی که پول میده سکته نمیکنه، روزی که پول میگیره بعد مسئله نمیکنه. مثل کارمند بانک باشی، یه رو اینجا مسئول دریافتیم، یه رو تو اون قسمت مسئول پرداختیم. دریافت و پرداخت در روح بانکی اثر نمیکنه، اینقدر روح بازه. خود امام قهرمان این کار بود، تو هواپیما نشست از فرانسه بیاد ایران باش مصاحبه کردن، چه احساسی داری؟ فهمید چی؟ هیچی. یعنی جمهوری اسلامی تشکیل دادم، الحمدلله هواپیما سرنگون شد، بازم الحمدلله شهید شدیم. روح بزرگ باشم. اینم یه مثلا. خب مسئله دیگه این که قرآن یه آیه داره میگه پوستا رو اگر به اهلش نسپرید، چون گفتیم صندوق ها امانته، رأی ها امانته، ان الله یأمرکم، خدا امر کرده که امانت را الی اهلها، امانت رو به اهلش بدید. اهلش هم هر کسی اهلیت یه چیز داره، دان ممکنه یک کسی به درد یک کار میخوره به درد کار دیگه نمیخوره. یه وقت یک کسی آمد تالو من گفت من میخوام یه زمانی میخوام خودمو بره فلون مسئولیت، ریاست جمهوری دیگه، حالا پشت پرده چیزی نیست. چند سال پیش یکی از ما گفت من میخوام خودم کاندیدا، گفتم آدم خوبی هستی اما ارزم داری؟ قرآن نگفته حکومت آینده مال آدمای خوبه، نگفته ان الارض یرثها عبادی نماز شب خون، عبادی المتقون، عبادی الصالحون، یعنی صلاحیت هم داره، ممکنه نماز شب بخونه اما صلاحیت داره چشه. ان الارض، ارض یعنی چی؟ یرثها، وارث زمین میشن کیا؟ عبادی الصالحون، صلاحیت باید داشته باشه. قرائتی ممکنه در معلمی خوب باشه اما آرپیچی هم میتونه بزنه. اگر دیدید من اومدم آرپیچی بزنم باید دستمو بگیرید پرتم کنه عقب. میگه آقا من 30 سال است یا چند سال معلم میلیونی ام. بله سر معلمی حرفا رو بزن تو تخصصی، اما تو به درد این کار نمیخوره. حتی ممکنه کسی یه کارهای بزرگو بتونه، مثلا بردیزل خاک برمی‌داره اما قند هم میتونه بشکنه. یه کسی ممکنه قبا بدوزه، کوچوال نتونه بدوزه، تافتون بپزه سنگت رو خراب کنه.
بودید این به درد این امانت رو به اهلش بسپاره. حالا موفقیت در چیزی دلیل بر موفقیت در جای دیگه بگید نیست. اینم بگم اصلا. مسئله دیگه این که شرکت در انتخابات به چه دلیل واجبه؟ دلائل شرکت. اینم یه بحث قشنگیه. دلائل شرکت به چه دلیل شرکت کنیم؟ یک، دلائل شرکت. اول اینکه حق دوانه. یک، حقه، حق ماست. چه حقیه؟ هم حق سیاسیه، هم حق اجتماعیه، هم حق شهروندیه. دوم، در جمهوری اسلامی غیر از این که حق است، تکلیف هم هست. تکلیف هم هست، یعنی حق شرعی هم هست. دیگه چی؟ اطاعت از رهبری است، اطاعت از مراجع، از امام، رهبری، مراجع. چهارم، رأی دادن فرار از بی‌تفاوتی است. آدم که رأی نمیده منو شدیم بی‌تفاوتیه. حدیث داریم که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، کسی که صبح کنه نسبت به امور مسلمین اهتمام، یعنی جدی نباشه، فلیسه به مسلمون نیست. آیا ریاست جمهوری، رئیس مجلس، ماده مجلس، خبرگان، شورای شهر، آیا امور مسلمین نیست؟ یا بار دیگه حدیث بخونم، من اصبح، یعنی کسی که صبح کنه ولم یهتم به امور المسلمین، اهتمام و جدی نباشه نسبت به امور مسلمین، فلیس به مسلم، مسلمون نیست. خیلی خطرناکه آدم بی‌تفاوت باشه. فرار از بی‌تفاوتی. دیگه چی؟ عمل صالحه. به چه دلیل؟ قرآن در سوره توبه آیه داریم، آیه 120 میگه هر حرکتی که دشمن رو عصبانی کنه عمل صالحه، و هر چی تو انتخابات بیشتر شرکت کنیم دشمنان ما عصبانیتشون. و قرآن آیه داریم، سوره توبه آیه 120. این دستم اشتباه کنم یه بار صلوات بفرستم من روش بخونم. درسته. میگه حرکتی که یغیز الکفار، هر حرکتی که کفار رو یغیز این غیز کنه، هر حرکتی که یغیز الکفار، کفار رو عصبانی کنه، کتب لهم بهی عمل صالح. ما اگر در انتخابات کم شرکت کنیم کفار شاد میشن، اگر زیاد شرکت کنیم کفار یغیز، غیز میکنن، عصبانی میشن. این قرآن میگه کتب بهی عمل صالح، این عمل صالحه. یه عمری هی میگفتیم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح چیه؟ عمل صالح نیت جوری حرکت کن که کفار عصبانی بشن. تموم شد. این عمل صالحه. دیگه چی؟ پاسداری از خون شهداست. عرض کنم که پاسخ شهداست. بالاخره شهدای نظام به ما دادن. حالا ما تو خونه بشین بگون ما نیستیم، چرا؟ برای که تخم مرغ گرون شد، اونی که ما می‌خواستیم نشد، پس من نیستم. دیگه چی؟ جلوگیری از نیش دشمنه. تمام بوق‌ها و دوربین‌ها منتظرن ببینن که ما چه می‌کنیم، اینا علم‌شنگی را بندازن. نیش کفار. قرآن یه آیه بخونم، چون بنا شد من معلم قرآنم هر چی میگم از قرآن بگم انشالله. قرآن میگه لن یجعل الله، لن یجعل یعنی هرگز خدا اجازه نمیده، لن یجعل الله للکافرین، ترجمهشو میفهمید، علل مؤمنین سبیلا، یعنی خدا اجازه نمیده کفار نیش بزنن به مسلمان ها، یه حرکتی انجام بدیم که کفار چی میگن؟ کاشو میگن، نمیدونم شرح دیگه میگن. میگن با دم بشون گردو میشه. یعنی ما اگر در انتخابات شرکت نکنیم، ضعیف بشیم، کفار شاد میشن، و کفار که شاد بشن راه نفوذ پیدا میکنن. لن یجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا. حالا اینم یک دیگه چی؟ وفاداری. قرآن تعریف خوبا رو میکنه به شرطی که بمونن تو خوبی. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن خدا پاش وایسیدن. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اینجا استان هرمزگانه که فیلم رو پر میکنیم، جزیره ابو موساست. تو جزیره هرمز کسی پیدا شد در 11 تا شهید داده. الله اکبر. در 11 تا شهید داده. خیلی مهمه تو جزیره هرمزگان کسی این همه شهید بده. برادر، شوهر، نمیدونم پسر، داماد. یه نفر اینقدر وفادار باشه، یه نفرم بره که نمیدونم تخمق یارون شده بگه ما نیستیم. چقدر ظرفیت رو فرق میکنه. یکی مثل امام حسین بدنش زیر سم هست، سوراخ سوراخ میشه، به یزید بله نمیگه. یکی سی دیگه بستنش بده، سی و دو تا دروغ برد دیگه. نه، بعضی ها کوه کوهن، بعضی ها آب آبن از شلی. وفادار. قالوا ربنا الله ثم استقام. اینا ما الان دشمن داریم، دشمن داریم. ما نمیخوایم بگیم ما خوبی، ما ممکنه یه عیبی هم از یه آخوندی از بنده امثال من پیدا بشه. شهردار بعد، فرماندار بعد، استاندار بعد، وکیل بعد، سفیر بعد، امام جمعه بعد، بعد ممکنه تو همه باشه. اما ما وقتی بعد هستیم روبرو غریبه با تفاصیم جمع کنیم. ببین تو خونه گای زن و شوهر با هم مسئله دارن، اما تا مهمون من هیچی نمیگن. روبرو مهمون باید آبرو داره شهر. روبرو مهمون خونه که عجب اینا زن و شوهر پستی هم. ملاحظه منم نکردن. ما الان پشت دوربینا هستیم. مقابله با تبلیغات. نشون دهنده سعی صدره. وقتی در انتخابات شرکت میکنین، دیگران که میشنن تحلیل میکنن میگن مردم میشه اینا همه نق و نوقایی هم که دارن سر مسئله جزئیه، در مسئله کلی اینا با هم یکی هم. اینا نشون دهنده سعی صدره. نمیدونم چند تا نوشتم، 6 تا نوشتم، از کدوم رو نگفتم؟ پاسخ به شهدا. یکی جلوگیری از نیش 7 تا، وفاداری 8 تا، مقابله با تبلیغات 9 تا، نشانه سعی صدر 10 تا. حالا عرض کنم به حضور شما که در انتخابات باید مواظب باشیم اونی که می نویسیم روز قیامت باید جواب بده. یه آیه داریم تو قرآن 3 تا عضو گفته، باقیه رو نگفته. مطابق بگه چرا باقیه رو نگفته؟ میگه کل اولائکه، یعنی باقیه رو هم نگفتم نگفته باشم. میگه ان السمع، گوش سامعه، ان السمع والبصره، چشم و گوش، والفؤاد، قلب، کل اولاکه کان انا مسئول. این کل اولاکه این چه؟ یعنی چشم و گوش و دل از باب نمونه بود. کل اولاکه یعنی دست و پا میتوره. اگر دست و پا مورد سوال نبود فقط میگفت ان السمع والبصره والفؤاد کان انا مسئولا. نگفته چشم و گوش و دل مسئوله، گفته چشم و گوش و دل، بعد گفته و کلشون. کلشون یعنی سعتایی که گفتن از باب نمونه بود. کلش یعنی دستی که شما میخوای مثل رئیس جمهور کی، خبرگان کی، وکیل کی، هر جا میخوای امضا کنی، چکی میخوای امضا کنی، قراردادی میخوای امضا کنی، همین دست مسئوله. چی امضا کرده؟ چی امضا کرده؟ به کی امضا کرده؟ خب تعهد یا تخصص، هر دو. سوزن میدوزه یا نخ، هر دو. تعهد بی تخصص خراب میکنه، تخصص بی تعهد بیدینی میکنه، مملکت رو به باد میده. تقسیم نکنید. شما طرفدار تخصص یا طرفدار تعهد؟ طرفدار هر دو. هم طرف حالا که بعد 30 سال ما هیچ، اول انقلاب بنی سعد میگفت این بسیجی ها، این پاسدار ها، این عوام، اینا سواد ندارن، به کارشناسان ارشد. اروز هم خلاف میگفت. حالا برفرض اروز اطلاعات ما کم بود، الان چه اطلاعاتی کم داریم؟
ما چند هزار استاد دانشگاه داریم که خیلی درجهشون بالاست. الان دیگه خود شما پاسدارا میدونید کارهایی که کرده، قوای مسلح میدونه چه کرده. ما در همه رشته‌ها قوی هستیم. ما الان خیلی قوی تر از 3 سال پیشیم. هم تأسس هم تعهد. دیگه چی؟ به کسی رأی بدیم که توجه به محرومین داشته باشه. یعنی محرومیت رو درک کنه. خدا و پیغمبرش میگه ببین خودت هم محروم بودی. علم یزد که یتیما فآوا، ببین یتیمی محرومیتت چشیدی. و وجد که عائلا فأغنا، فقرم چشیدی. پیغمبر تو خودت هم یتیمی رو چشیدی هم فقیر. پس و اما یتیمه فلا تقهر و اما سائله فلا ترهر. این درد آشنا باشه. گرایش روحیش به فقرا باشه. دیگه چی؟ الگوش نه شرق باشه نه غرب، الگوش اولیای خدا باشه، وظیفه شرعی باشه. هی بین الملل بین الملل نکنه. اگر یه چیزی خلاف رضای خداست من کار به بین الملل ندارم. بین الملل جا نخوره. بین الملل باشه، بین الملل باشه. الگوش نه شرق باشه نه غرب، الگوش خالقش باشه. اینم یه مثلا عرض کنم به حضور شما که به نااهلان تکیه نکنه. آدم های تو ایران نااهلن، میان میخرن، قرارداد امضا میکنن، آقا من فلان میلیارد تومن به تو میدم خرج انتخابات کن، به شرط که بعدن یه قطعه زمین دارم، یه پاساژ دارم، اینو تغییر کاربری بشه. تغییر کاربری جه. یعنی مثلا که اینجا مسکونی قیمتش چقدره، تا میگن تجاری قیمتش بالا میره. من 10 تا پاساژ دارم، شما اینو بعدن که شهردار شدی بنویس که این بگید تجاریه، چون خونه باشم متری قیمت میکنن. مغازه که شد سرقفلی داره. یه تغییر کاربری بدم من 10 میلیارد کمک انتخابات تو میکنم. قرآن میگه، از قرآن بگم حرف خودم رنگ قرآنی داشته باشه، لا ترکنو تکه نکنید الالذین ظلمو، به ستمگران تکه نکنید. فتمسکم النار، نار میدونید این چه؟ گرفتار آتش میشید. حالا قراردادا چه پولدارای سرمایه‌دارای داخلی باشن، رندای داخلی باشن، چه چشمکایی که از بیرون چشمک میزنن. هر کسی دیدید آمریکا تایید میکنه شما ضدش انجام بدید. اینم یک. به نااهلان تکیه نکنه. دیگه چی؟ خودمون نفروشیم و اسیر نکنیم. خودمون نفروشیم و اسیر نکنیم. کسی سهم امام شنیدم آورد خدمت امام اول مرجعیتش، بعد گفتن ایشون مقلد شماست، یه رساله بهش بدید. او اگر رساله میخواد بره بیرون بخره. ایتونی که حال چون سهم امام خمسه شده به من، منم یه رساله بهش بدم. من رساله میدم، مقلد منه بره رساله بخره. یه همچی آدم بود بشه. اینم یه مسئله. وعده های دروغین نده. قرآن بخونم وعده دروغی. آیه وعده دروغین نده. لما تقولون ما لا تفعلون. چیزی که نمیتونی انجام بدی چرا قولش رو مردم میدی؟ تو میتونی یا نمیتونی؟ وعده دروغی نگی. بنده اگر تو تلویزیون میگم هفته آینده به خواست خدا پیاز را کیلو یک ریال عرضه میکنم، یه وقت ممکنه نتونستم عرضه کنم، دیگه مردم تمام قال صادق و قال الله منم فدای پیاز شد، چون میگه ایشو قول داد به قولش عمل نکن. نمیدونیم. خدا به پیغمبرش میگه تو قول ندی به مردم. لا تقی آیه مال قرآنه. پیغمبر قول به مردم نده. لا تقولن لشیء، لا تقولن به پیغمبره. لا تقولن لشیء، تو حق نده بگی انی فاعل ذلک قدا، من فردا هم شکم که الا ان یشاء الله. ممکنه تو بخوای خدا نخواد، بنابراین قول ندید به مردم. برای که رأی جمع کنیم بله من دو تا رو چهار تا میکنم. بعضی کارام پوزه، رو تعصب نباشه. ممکن انسان در یه مرحله ای طرفداری که بشه وسط کار بفهمه اشتباه کرده، برگرد نگونه. حالا که اومدیم تو این ستاد تا آخرش هم با تو این ستاد بشیم. طور از قرآن بگم. گاهی هم گاهی آدم دوست داره کار بشه. از کجا دوست داریم؟ قرآن میگه یه آیه داریم اصلا ان توحب بو شیان. گاهی وقتی چیزی دوست دارید که ایشو بشه ولی شر لکم، به نفعت نیست. گاهی یه کار رو دوست ندارید ولی خیر شماست. از کجا هر چی رو ما دوست داریم خیره، هر کدوم رو دوست نداریم شره؟ باید مواظب باشیم. بله خیلی خوب، وقت ما تموم شد. خدایا
خودت این کشور را و مردمشو، رهبر و دولت و ملت و مسئولین، همه افراد کشور را به راهی که امام زمان راضی میشه هدایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.